بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در آستانه اربعین امام حسین علیه السلامیم. این روزها همه جای شهر بوی راهپیمایی عظیم اربعین امام حسین رو داره، مشایه حسینی. خیلیاتون شاید تا این لحظه تصمیم قطعی رو گرفتید که توی این مسیر قرار بگیرید. اگر روایت هایی که پیرامون زیارت مرقد مطهر حضرت سیدالشهدا علیه السلام خاصه پیاده روی، یعنی با پای پیاده رفتن به سمت حرم رو ورق بزنیم، کلام امام باقره که فرمود اگر بدانیم چه ثواب و فضیلتی داره این زیارت، از شوق زائر امام حسین جان میدهد. غفلت نمی کنیم. اگر فضیلت و ثواب این زیارت رو بیشتر دقت کنیم و توجه، شک نکنید که غافل نخواهیم شد و انشالله وعده ما کربلای امام حسین علیه السلام. امروز هم مثل هر روز در خدمت شما عزیزان و مهمان نگاه شما خوبان هستیم با برنامه روز حسین. کارشناس بسیار محترمی حضرت حجت الاسلام حاجی حسینی عزیز رو دعوت کردیم، قراره که برای ما صحبت کنن. خیراتی که اهل بیت علیهم السلام در حق بشریت داشتن، وجود امام و وجود معصوم چه خیراتی داره و چه منشأ خیری است برای بشریت. یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم، در محضر استاد حاجی حسینی عزیز هست. همه گرفت داری ها من کنار تو، میمونم زندگی و من آقا جون به تو مدیونم، به تو مدیونم. تو همه گرفت داری ها من کنار تو، میمونم زندگی و من آقا جون به تو مدیونم، به تو مدیونم. تو همیشه حواست به منه، روزی ما با امام حسنه. تو همیشه حواست به منه، روزی ما با امام حسنه. محرم و زمین و آسمون برا غم تو سینه میزنه. آشوب زمانه، دنیا نگرانه. آشوب زمانه، دنیا نگرانه. زیر علم امترین جای جهانه. آشوب زمانه، دنیا نگرانه. زیر علم امترین جای جهانه. یا عبرت کل مومن می نویسم، من عاشقتم نشونشم چشمای خیزم. من عاشقتم نشونشم چشمای خیز. حسین 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 حسین. ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز برنامه روز حسین. در استودیوی پخش مهمان بسیار عزیزی داریم که قبول زحمت فرمودن، حضرت حجت الاسلام حاجی حسینی عزیز. حاجی عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و دستاندرکاران این برنامه عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودید، لطف کردید. سوالی که امروز در محضر شما عزیز هستیم اینه که به هر حال
در طول تاریخ بودن افرادی مثل شیمیدان، فیزیکدان که تو بحث علوم روز خدماتی رو به هر حال داشتن و باعث یه سری از خیرات بودن برای مردم. اینکه جایگاه اهل بیت علیهم السلام آیا قابل قیاس هست با اینها یا نه و جایگاه مقدس اهل بیت علیهم السلام خاصه امام حسین علیه السلام توی بحث این علوم و امثال این علوم کجا هست و اینکه اصلا وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و امام حسین چه خدماتی رو برای بشریت داشتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به جواب این سوال بپردازیم لازم هست که یک مقدمه‌ای رو بیان کنیم و بفهمیم که اصلا ما به چی میگیم خدمت به بشر. ببینید انسان‌ها برای ریز ریز جزئیات زندگیشون برنامه دارن. یعنی اگه شما بیای بیرون ببینی یه نفر داره حرکت میکنه با ماشین، پیاده، سواره، بهش بگی کجا داری میری جوابی بهت میده. میگه میخوام برم سر کار، اون یکی میگه مثلا میخوام برم اداره، اون یکی میخوام برم خرید و فروشی کنم، اون میگه میخوام برم فروشگاه. حتی اگر آدم بی هدفی هم باشه باز در بی هدفی خودش یک هدفی داره، میگه حوصله‌ام سر رفت، میخوام همینطور راه برم، فکرم مثلا درگیر بود، اومدم یک قدمی بزنم. یعنی حداقل چیزی که بیان میکنن یک هدفی است. حالا دیگه بعضی ها که دیگه هدفهاشون رو به طور کلی، من باید سال دیگه کجا باشم، من در کنکورم باید چی بشه، در کارم، در شغلم. یعنی انسان و آدمیزاد در نهادش این هست که برای جزئیات زندگیش برنامه میچینه، هدف داره. اما یک چیزی که نوعاً ازش غافل هستند هدف کلی حیات و زندگیشون. یعنی برای ریز زندگیش هدف داره ولی برای اصل بودنش بی برنامه است. بله. یعنی وقتی ازش میپرسن که خب تو الان داری زندگی میکنی آخرش چی؟ نمیدونه. نگاهش فقط صرفاً این است که تو این دنیا ما اومدیم دیگه، حالا تو همین دنیا باید کارهایی بکنیم. خب آخرش که چی؟ نگاهشون همینطوره که سوار یک قطاری شدن، نمیدونن این قطار از کجا اومده، به کجا داره میره، اینا قرار کدوم ایستگاه پیاده بشن، هیچ چیزی نمیدونن از این قطار و از این کوپه‌ای که سوار شدن. بعد میگه فقط میدونم که تو این قطار تا مادامی که هستم باید استفاده کنم از بوفش مثلا، از نمیدونم هم صحبتیش، از هر چیزی هست خلاصه استفاده کنم. کسی که نگاهش به دنیا چنین نگاهی باشه، خیلی عذر میخوام، این نگاه نگاه انسانیت نیست. بله. خیلی ببخشید، مگر ما با حیوانات نباید فرقی داشته باشیم؟ اونها همه عیششون، همه نوششون اینه که مثلا از نظر تغذیه تأمین باشه. این که حالا این چند سبایی که هستن خلاصه خوب بخورن، خوب بیاشامن، زندگی خلاصه در کنار عزیزانشون راحت زندگی کنن. این نگاه نگاه انسانیت نیست، نگاه حیوانی است. بله، انسانی که به هر حال اشرف مخلوقاته باید یک هدفی رو برای خودش ترسیم کنه در طول زندگی. چقدر خوبه که این هدف یک هدفی باشه به هر حال غایی و الهی. دقیقا همینطور هستش. چرا این رو عرض کردم؟ ببینید ما به چی میگیم خدمت به بشر؟ چیزی که زندگی دنیامون رو تأمین کنه. یعنی صفر و صدی نگاهمون این هست. این که میگم ما عموم جامعه رو، یعنی نوعاً شما بپرسید از مردم کسی رو خادم میدونن، خدمت گذاره به بشر میدونن که آقا دنیاشون رو تأمین کنه. بله، امورات دنیاشون رو فقط کنه. دنیا آقا این فلان مختره یه کاری کرد که من مثلا راحت بتونم با شما تلفنی صحبت کنم، کاری کرد راحت بتونم ایمیل بزنم به شما، کاری کرد راحت بتونم غذامو در از یک دقیقه مثلا گرم کنم. همه نگاهامون متوجه به اینه که آقا یک نفر بیاد دنیای منو تأمین کنه، همین. و این خیلی نگاه بدی است. ببینید روایتی است از حسن صیقل، میگه اومد محضر امام صادق، قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه حضرت عرض کرد که آقا تفکر ساعتن خیر من قیام اللیل،
آقا این که آدم یک ساعت فکر کنه بهتر از این که یک شبانه روز عبادت کنه؟ قال نعم. حضرت فرمود بله، پیغمبر این مطلب رو بیان فرموده است که تفکر و ساعتین خیر من قیام اللیل. قلت و کیفه یتفکر، خیلی سوال زیبایی، آقا چی فکر کنیم، به چی فکر کنیم، چگونه فکر کنیم؟ صرف اینکه یک ساعت من فکر کنم، خب فکر کنم که مثلا امروز بورس اینجوری میخواد بشه، طلا اینجوری میخواد بشه، دلار میخواد اینجوری بشه، این تفکر بهتر از قیام یک شبانه روز، بعضی تعابیر 70 ساله؟ قطعا نه. آقا به چی فکر کنم؟ قال علیه السلام یمر رو به دور الخربه، یا بعضی تعابیر داره یمر رو به دیار الخربه، از یک جایی که خراب شده، زمانی آباد بوده الان خراب شده، عبور کنه. فیقول این بانوک، کجایند اون کسانی که شما را بنا کردن؟ این ساکنوک، اونایی که یک عمر تو این خونه ها عیش و نوش میکردن، کیف میکردن، افتخار میکردن به این زندگی که دارن، این کجان؟ مالک لا تتکلمین، چتونه چرا جواب نمیدید؟ ببینید امام صادق صلوات الله علیه داره به ما یک خط و یک مرزی رو متذکر می شود که آقا تفکر کن که این زندگی من قراره چی بشه، این دنیایی که انقدر خودم رو غرقش کردم آخرش چی، کجا میخوام برم، کجا میخوام برسم، یعنی همه این جون کندنا آخرش این شد، یک خانه ای که خرابه، یک زمان این افرادی توش زندگی می کردن، آرزوها داشتن، الان هیچ کدوم نیستن، آثاری ازشون نیست. الان من و شما اسم مثلا جد چهارم سومون رو خیلی رو نمیدونیم، یک زمان اونا هم تو همین دنیا بودن، یعنی آیا واقعا قراره آخر این دنیا تمام و پوچ و بنبست باشه؟ اینطور که خیلی مسخره است. لذا اونایی که تفکر اهل تفکرن ولی از مسیر درستی تفکر نمیکنن به پوچی میرسن و خودکشی میکنن. افراد زیادی بودن اینها، صاحب قلم بودن، صاحب اندیشه بودن، صاحب تفکر بودن، اما چون گره نخورده بود ذهنشون به دین و به شریعت، به این نتیجه رسن آقا خیلی مسخره و مزخرف این دنیا، من بیام جون بکنم، من بیام خلاصه همه ی هست و نیستم رو بگذارم در رفاه خودم، زنم، بچم، خانوادم، که آخرش بمیریم تبدیل بشیم به خاک، این اصلا شدنی نیست. لذا میره خودشو میکشه، به پوچی میرسه. رضا امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودند کفا بالموعظت ذکر الموت، یک موعظه بخوام براتون من علی ابن ابی طالب شما رو موعظه کنم، یه دونه بسه، یاد مرگ باشید. آقا یاد مرگ رضا روایت دارد هادم اللذات، لذت ها رو کوفت آدم میکنه. اینا رو چرا دارم عرض میکنم؟ شاید بگید آقا چه ربطی به سوال داشت؟ ربطش اینجاست، اون کسی که فلان شخصیت، حالا بنامون نیست اسم ببریم، اسم افراد رو، مثلا تو ذهنش اسطوره ایست که آقا فلان آقا یک چیزی رو اختراع کرد که خدمت عظیمی کرد به بشر، خب ثم ماذا، کاری نداریم حالا عجب میخواد ببره نبره، اصلا بحثمون این نیست، اما آیا خدمت در به بشریت رو خلاصه کردیم به اینکه آقا یک برقی رو اختراع کرد، یک تلفن و اینترنتی رو اختراع کرد، یا باید نگاهمون رو فراتر ببریم، نگاهمون رو بالاتر ببریم؟ و این مرگ هست که به انسان، یاد مرگ هست که خط و مش به انسان میده. حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که با هر نفسی که میکشید یک قدم به مرگ نزدیکتر میشید، با هر نفس، اگر هم نفس نکشید همون لحظه میمیرید. و فرمود چقدر دو چیز که در خلاف جهت هم حرکت میکنن زود به هم میرسن، و الحمدلله کسی منکر مرگ توی عالم نیست، یعنی خدا رو منکر شدن، پیغمبرش رو منکر شدن، معاد رو منکر شدن، ولی مرگ یه چیزیست که نیست که منکر داشته باشه، چون جلو چشمشون بوده، دیدن دقیقا میکردن. همینطوره، یعنی متفق القولن همه ی فرق و ادیان که آقا مردن هست، خدا هم به پیغمبرش فرمود اش ما شئت فانک میت، یک روزی از دنیا خواهی رفت. حالا باید برای رهایی از این سردرگمی سرمون رو از دنیا بیرون بیاریم، یعنی آقا یه چیز اونورتر هم هست،
حالا بریم ببینیم کی برای اون بر ما برنامه داره. این که امروز من بیام مثلا من نوعی عرض میکنم به یک نفر یه لقمه غذا بدم، یک آقای پزشک و یک طبیبی خدا خیرشون بده مداوا میکنه این نفر رو، چی به او بخشیدن؟ یک حیات 10 سال 20 سال 30 سال کمتر بیشتر، در بهترین حالت یک دکتر زبردست ماهر درس خونده یک نفر رو نهایتاً یکی از مرگ نجات بده. تا کی؟ 20 سال بعد 30 سال بعد. خوبه؟ این خدمت بود، بله منکرش هم نیستیم، اما این 30 سال عمر کرد آخرش چی میشه؟ از دنیا میره. قرار نیست که عمر ابدی داشته باشه کسی. نوح هم که باشی بعد 2500 سال جناب اسرائیل میاد سراغت. خدمت را کسی به انسان میکند که برای اون دیار باقی و دیار اصلی انسان برنامه‌ریزی داشته باشه. ابدی. دقیقاً همینطور. و علت این که ما این مباحث دیگه تعارف که نداریم، تو جامعه داریم زندگی میکنیم. با حلوا حلوا گفتن هم دهن کشیدن نمیشه. ما بگیم آقا همه مردم خلاصه کارشون درسته، همه مردم، واقعاً اینطور نیست. الان این مباحث شاید خریدار نداشته باشه. اسم آخرت میاد خیلی دلچرکین، آقا ول کن این حرفا. اما چه بخوایم چه نخوایم دیر یا زود با این حقیقت روبرو خواهیم شد. امیر مؤمنان سلام الله علیه روایت می‌فرماید الناس نیامون، مردم خوابن، اذا ماتوا انتبهوا، وقتی مردن تازه بیدار میشن، یعنی هوشیار میشن. یعنی چی؟ یعنی آقا یا ما تبل السرائر، این پرده ها کنار میره، میفهمن که آقا عوض نبود این دنیا. حالا برن دست به دامنه کی بشن؟ اون آقایی که براشون برق اختراع کرد دستشون رو میگیره اونور در اون سرای خالدین فیها، چه بهشتش چه جهنمش. پس آقا عقل من میگه خدمت واقعی را کسی به من میکند که حیات اخروی من را تأمین کند. آباد میکند، بله. حیات اخروی من رو بفرما شما آباد میکنه. دنیا که با خوب و بدش میگذره. بله. ما نمیخوایم بگیم آقا دنیا رو بریزید کنار، دنیا به درد نمیخوره. نه، اهل بیت علیهم السلام سفارش کردن آقا خوب زندگی کنید، تلاشتون باشه، سر کار برید. چقدر نه کردن افرادی رو که تنبل و تنپرورن و سر کار نمیرن. بحث ما اینها نیست. بحث ما اینه که آقا خدمت رو چی میدونید. این که یه نفر بیاد به من یاد بده امروز آقا اینجوری ماشین رو تعمیر کن، خب یه نفر بیاد یاد بده من که امروز اینجوری خونه رو بساز، خدا خیرش بده، یک راه رزق و روزی به من یاد داده. اما این خدمت در مقابل اینکه یک نفر دست من رو بگذاره در دستان خدا، به تعبیری استعاره است و مسیر بهشت، مسیر کمال، مسیر سعادت رو نشون من بده، کدوماش خدمته؟ خیلی ممنونم، مقدمه بسیار خوبی بود. یه فاصله کوتاه بریم و برگردیم، ان شاءالله در خدمتتون هستیم. پیرامون اینکه اهل بیت علیهم السلام چه خدماتی رو به هر حال برای بشریت داشتن، غافل نشیم از این خدمات، ان شاءالله. مونس و غم خار دلم، ای راه حل مشکلم، سفینت و نجات و سه در خونت یه سائلم، نمت گرم یه باعثه خلوص بندگیم شده، عکس حرم کنج اتاق برکت زندگیم شده، برکت زندگیم شده، نعمت گرم باعث خلوص بندگیم شده، عکس حرم کنج اتاق برکت زندگیم شده، برکت زندگیم شده. خب در محضر استاد حاجی حسینی هستیم. حاجی ادامه بحث در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلامت باشین شما. بله، عرض خدمتتون که بحث این بود که حضرات معصومین علیهم السلام، خاصتا حضرت سید الشهدا، چون ایام ایام منتسب است به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، ثمره وجود نازنین ایشون و حضرات معصومین علیهم السلام برای من به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه چیه؟
این که ما بگوییم اهل بیت علیهم السلام فقط به درد آخرت میخورند هم کلام صحیحی نیست. یعنی بگیم آمدن فقط یک مرشد معنوی باشند، کاری به دنیاتون ما نداریم، نه، این حرف کاملا غلطه. بحث ما این نیست. اهل بیت علیهم السلام از طرف خداوند متعال آمده اند، این حجج الهی، که دنیا و آخرت ما رو تأمین کنند. نه صرفا دنیا، نه صرفا آخرت، هر دو در کناره هم. امیر مؤمنان سلام الله علیه، ببینید، یک حکومت نزدیک به 5 ساله دارن حضرت امیرالمؤمنین. ببینید حضرت در این حکومت چه کرد؟ یعنی ظلم، با اینکه اون افرادی که با امیر مؤمنان سلام الله علیه بیعت کردن همون شیعیان قدیری سال 10 هجری نبودن، اینها یه مش آدمایی بودن که خلاصه معتقد به امامت شیخین بودن، معتقد به خلافت معاویه بودن، بعدم که دیگه از سر ناچاری گفتن حالا بریم امیرالمومنین انتخاب کنیم. یعنی چنین افرادی آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن، ولی با این حال حضرت امیر سلام الله علیه حکومتی کردن که بی‌مثل و مانند در عالم، با اینکه اون آدماش آدمای مولا نبودن، ولی به عنوان نمونه شما ببینید حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه این خدمتی که ما توقع داریم و دنبالش می‌گردیم که دیگران این رو برای ما مهیا کنند، نذاشتن کار به دست اهل بیت علیهم السلام برسه، نذاشتن این مسیر که قرار بود بعد قدیر طی بشود و مردمان به سعادت دنیوی و اخروی برسند، به سرمقصد و منزل خودش برسه، نذاشتن، یه عده‌ای مانع شدن. لذا اینکه ما دعا میکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، خدای آقای ما صاحب ما رو برسون، هم برای امر دنیای ماست و هم امر آخرت. جدش امیر المؤمنین سلام الله علیه 4 سال و اندی، نزدیک به 5 سال حکومتی کرد بی‌مثل و بی‌مانند، که فقیر یدی در حکومت امیرالمومنین نبود، که حضرت عبور می‌کردن از یک جایی، یعنی پیرمردی دستش دراز کرده داره گدایی می‌کنه، حضرت سوال کردن ما هازا، نفرمود من هازا، اصولا بخوام بگن این کیه، من سوال می‌کنند، بله، ما به اشیاست، ما به اشیاست، اصلا این چیه که انه من اصلا ندیدم تا حالا. عرض کردن یا امیرالمؤمنین قصه نخورید. یکی از خلاصه مسیحی هاست و گدائی میکنه، یعنی نگران نباشید، مسلمان نیست. امیر مؤمنان فرمودن که تا زمانی که جوان بود براتون کار میکرد نمیگفتید مسیحی یهودیه، الان که پیرمرد شده براش بهانه تراشی میکنید. حضرت دست او رو گرفتن فرمودن هر ماه بیا از حکومت من علی مبلغی رو دریافت کن که دیگه گدائی نکن. این یک عبارتی است از یک حکومتی مختصر در دست یک امام معصوم. یعنی اگر ما دنیامون هم می‌خوایم باید بریم دنبال اهل بیت علیهم السلام، نه فقط مسئله آخرت، گرچه بخوایم اهم و مهم کنیم آخرت به مراتب اهمیتش از دنیا بالاتر است. در اون روایت فرمود اگر دنیا در منظر خدای متعال مقداری ذره ارزش داشت اینو به کفار نمیداد که اهل سقیفه خلافت کنن، امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بشود، ابدا این کار رو خدا نمیکرد. دنیا در پیش خدای متعال ارزش و قربی ندارد، ولی اگر بنا باشد یک نفر اصلاح کنه امر دنیایی من رو، حتی اون امام معصوم است. تا نیایی گره از کار بشر وا نشود، دنبال این بر و اون بر و بالا و پایین و این بر و اون طرف نباشیم. امام معصوم است که میتواند دنیای من رو آباد کند. حضرت حجت سلام الله علیه در احوالاتشون میخونیم، گاهی وقتا سوال میکنن آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن چی قراره بشه؟ این فقط آقا میخواد بیاد آدم بکشه؟ ابدا، این افکار رو از ذهنمون دور کنیم. حضرت حجت سلام الله علیه بیاد اولین اموری رو که اصلاح میکنن امور معیشتی مردمان است، که فرمود طبقهای زکاتهایی که در عالم داده شده است از اول تا اون روز همه رو در عالم میچرخونن، میگن خدایا گشتیم یه فقیر پیدا نکرد. یعنی من حتی اگر دنیا پرست هم باشم باید بدونم کار دست کیه. امامه که میتونه دنیای من رو تأمین کنه، امام است که از مصالح و مفاسد جامعه آگاه است، امام است که حجت خدا روی زمین است. این از دنیا.
اما در امور آخرتی بزرگترین لطف و بزرگترین خدمتی که یک شخصی به عنوان حجت خدا برای من انسان میتواند به انجام بدهد معرفت الله است. یک شخصیتی است، یک جایگاهی است در روز قیامت. انسان در اون روز سردرگمه، نمیدونه چه کنه، به چه کنم میفته، من قراره کجا من رو ببرم، کی اون روز میتونه راه رو برای من روشن کنه، کی اون روز میتونه دست من رو بگیره و نجات دهنده راه من باشه. سید الشهدا سلام الله علیه، امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از خدماتی که میشود از دم و دستگاه سید الشهدا سلام الله علیه گرفت همین مجالس اهل بیت علیهم السلام است. آقا تو این روزه ها شما به حمدالله خودتون ماده اهل بیت هستید. چقدر مردمان میان تو این روزه ها واقعا میگن انسان ساز این دم و دستگاه و این روزه های ابی عبدالله. طرف میاد آقا خیریه هایی که تو این قصه امام حسین و روزه های امام حسین هست، چه افراد بی بضاعت و بی جهیزیه که تو همین روزه ها صاحب رفاه نسبی میشن. بله. همیشه سفره اطعام اهل بیت علیهم السلام پهن. مسائل عادی رو دارم عرض میکنم ها. عرض خدمت شما، افراد میان توی این روزه ها بنا عبد الله بنا عرف الله لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم مردم خداشناس نمی شدن، مردم امام شناس نمی شدن. کجا این معارف رو یاد بگیرن؟ تو دم و دستگاه سید الشهدا نیست. که به آقای فلسفی یکی از این مخالفین گفته بود که آقا شما چه کار کردید اینقدر مردمتون از دین اطلاعات خوبی دارن؟ الان واقعا یک مثلا پیرمردی که توی روزه ها بزرگ شده، یک گیسوان سفیدی که عمرشو در این روزه ها گذاشته، واقعا میبینید اطلاعات دینش خیلی بالاست. چرا؟ از آقای فلسفی سوال کرد. بله. ایشون هم گفته بود که ما کاری نکردیم، ما یه امام حسین داریم که به صدق سر اون آقا مردم میشینن پا منبرای ما، میشینن پا این روزه ها، میان تو این جلسات و از قصه امام حسین علیه السلام است که مردم دینشون رو یاد میگیرن. چه خدمتی بالاتر از این؟ خب استاد بسیار استفاده کردیم. پس خلاصه بحث این میشه که به هر حال کسانی که خدماتی برای بشریت داشتن محدود این دنیاشون بوده، چه بسا شاید هدف و نیتشون هم الهی نبوده و نهایتش 20 سال 30 سال بشریت رو یه خدمت مختصری رو براش انجام دادن. اما اهل بیت علیهم السلام خدماتی که برای بشریت دارن، این که ما میگیم امام زمان چه خیری برای ما داره، چه منفعتی برای ما داره، ما امروز الحمدلله به بیان زیبای شما متوجه شدیم که اهل بیت علیهم السلام نه فقط این دنیامون رو آباد میکنن، حکایتی که فرمود حضرت امیر برای یک فرد مسیحی هم ابراز لطف داشتن. و این که به هر حال اصل این که دست ما رو بگیرن و روز قیامت به اون هدف نهایی که بهشت اعلی علیین هست ما رو به قول معروف سعید کنن، خوشبخت کنن و ساکن به هر حال بهشت کنن، و این هدفی است که اهل بیت علیهم السلام داشتن و دنبال رستگاری و سعادت بشریت بودن. تو بحث علوم اهل بیت هم یه مقدار برای ما بیان بفرمایید که این علوم به چند دسته تقسیم میشه. علم اهل بیت علیهم السلام خیلی مشتاقیم که ان شاءالله بشه. حضرت فرمودند که حضرت صادق سلام الله علیه که شرقا و قربا لن تجدا علما صحیحا، عالم رو بگردید علم صحیحی رو پیدا نمی کنید مگر اون چیزی که در خانه ما اهل بیت علیهم السلام است. در اون روایت پیغمبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شب آخر عمر شریفشون حضرت امیر فرمود علمنی الف بابا و فتحنی من کل باب الف باب، هزار باب علم را بر من گشود و به من یاد داد که از هر بابی هزار باب علم باز می شود. یعنی اگر هم علومی و خدمتی که مردم بهش میگن خدمت یه عده‌ای کرده باشن برای دنیا، قطعا این را بدانید که خیر مطلق نیست، خدمت مطلق نیست. من میخوام مثال بزنم براتون. الان آقا خیلی از مشکلات خانوادگی و اختلافات شدیدی بریم تو دادگاه بپرسیم دیگه،
رخ میدهد در خانواده ها، میبینیم مثلا سر یک گوشی موبایل ظاهرش مردم گفتن به به و چه 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 خدمتی به بشر کرد. میبینیم عامل بسیاری از طلاق ها، عامل بسیاری از گرفتاری های بین مردمان سر همین موبایل. چرا اینو نمیبینن؟ این که بخوایم فقط خوبی یک چیز رو ببینیم این انصاف نیست. گرفتاری های مردم، نمیدونم خیلی از دزدی ها، خیلی از فساد ها به خاطر همین اختراعات همین بشر بوده. این بمب هایی که بر سر مردمان میریزن، این گرفتاری ها و این کشت و کشتار ها، مگه اینا اختراع نبود؟ مگر علم بشر نبود که اسلحه ساخت، بمب اتم ساخت، چه ساخت چه ساخت؟ پس نمیشود گفت علم بشر اینا خدمت بود. نه اتفاقا اونقدی که درش خیانت بود خدمت نبود. این رو حالا شاید ما خیلی سرسری ازش بگذریم، بله، ولی اگر آدم انصاف رو سر لوحه کار خودش قرار بدهد میفهمه که نه آقا واقعا به طور کلی بله شاید یه سری کار رو راه انداخت، ولی خیانت هایی هم تو این قصه بود، جنایاتی هم تو این قصه ها اتفاق افتاد. حالا کی پشت این قضیه است کار نداریم، بحثمون جور دیگه است. خیراتی داشته، اثرات سو هم کنارش بوده، کم نداشته اثرات سو، یعنی اگه حالا یک کمی اثرات سو، نه واقعا اثرات خانمان سوزی هم در کنار این مسائل بوده است. بله. اما اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو که بیان میکنن، اول از این در همون علوم مثلا فرض بفرمایید شیمی، شاگردانی رو تربیت کردن که امروز در کتب همین شاگردان حضرت صادق در بهترین دانشگاه های روز دنیا تدریس میشه، یعنی از اونها وام میگیرن. ما متاسفانه یک مشکلی که داریم، خود اونو دست کم میگیریم، نمیدونیم افتخار، بعضن افتخار نمی کنن به آقاشون مولاشون امیرالمؤمنین، افتخار نمی کنن به امام صادق سلام الله علیه با چندین هزار شاگرد. حضرت در هر علمی ورود کردن، یه عده زیادی از علوم به دست ما نرسید، یک بخشی از این علوم بنابر مصالحی، بنابر مسائل تقیه و غیره امروز در دستان ما نیست. یه سری‌ها رو ظلم کردن، آتش زدن، سوزوندن. با همه این مسائل می‌بینیم امروز دست ما پره تو همه زمین‌ها. تازه هنوز امام حی و حاضر ما حجت بالحسن سلام الله علیه پا به عرصه ظهور هنوز نگذاشتن. یعنی ما داریم از نوشته‌ها و سیاهی‌های روی سفیدی که در کتب ما آمده استفاده میکنیم، با این حال حرف داریم برای گفتن. مذهب ما در همه علوم یک کتاز است. بذار این خدمتی که خواستم عرض کنم، جنبندی کلی بخوام بکنیم بس رو، پس چی شد؟ ما باید بدانیم اصلا خدمت یعنی چی. اینکه یک نفر صرفا آمد زندگی دنیایی من رو آباد کرد، آیا اسمش خدمته؟ به فرض یعنی کوتاه بیایم بگیم باشه خدمت بود، آیا خدمت رو در حق من تمام کرده؟ گفتیم نه. اگر اهم و مهم کنیم بین دنیا و آخرت، قطعا آخرت ارجحیت دارد نسبت به دنیا، و کسی که بتواند اون مسیر رو برای من روشن کنه، من باید برم گدایی در خونه او رو بکنم، من باید برم دست التماس به سمت او دراز کنم که آقا این دنیا چه سر سفرت 10 نوع غذا باشه، چه یه نون خوش باشه، میگذره با همه سختی هاش. اون چیزی که گرفتاریش، جزع و فزعش، سختیش انتها ندارد قیامته اگر راه درست نباشه. من باید برم زانو بزنم محضر کسی که آخرت من رو برام درست کنه. خیلی ممنونم، استفاده کردیم، خدا خیرتون بده. انشالله که متوجه این خیراتی که از جانب اهل بیت علیهم السلام به سمت ما شده بشویم و قدردان خدا با این نعمت بزرگ خدا باشیم. انشالله. و ممنونم از لطف شما، از حضور شما. با بینندگان عزیز برنامه روز حسین هم خداحافظی میکنیم، از همه عزیزان التماس دعای خیر داریم. زانوی غم بغل میگیرم، گوشه روزه ها میشینم، دلمو به این آروم کردم، حرمت رو از دور میبینم، حرمت رو از دور میبینم، حرمت رو میخرم، نمیشه باورم، جاموندم از حرم، حسین حسین حسین، سیدنا المظلوم، سیدنا الاشام،
سیدنم غریب حسین حسین.